دیکتاتوری فساد در ایران، رهبران ایران، تمام مدت بذر مرگ و تخریب می پاشن. اونها احترامی قائل نیستن برای همسایه ها و برای مردهاشون یا برای حقوق و تمامیت کشورهای دیگه. به جای اون رهبران ایران به تاراج میبرن منابع کشور خودشون رو تا خودشون رو پولدارتر بکنن و بتونن بلبشو ایجاد بکنن در سراسر خاورمیانه و حتی فراسوی خاورمیانه. مردم ایران بسیار عصبانی هستند، ولی رهبران اونها بیلیاردها دلار رو از در واقع خزینه ایران به تاراج بردن. بخش‌های بسیار غنی از اقتصاد رو به ضبط کردن، قبضه کردن و بسیاری از موروث مردم رو در واقع از بین بردن تا بتونن پول خودشون رو در واقع بیشتر بکنن و گروه‌های نیابتی و مزدوران خودشون رو بفرستن. کار خوبی نیست. ایران بهای سنگینی می‌پردازه به خاطر تعرضش، به خاطر اشاعه تعرضش، به همین خاطر که بسیاری از کشورها در خاورمیانه کاملا موافق تصمیم من بودند که آمریکا رو خارج بکنم. از برنامه فاجعه بار جامعه اقدام مشترک، توافق هسته‌ای بعد سال 2015 و اعاده بکنم تحریم‌های هسته‌ای رو. توافق هسته‌ای با ایران پول بادآورده می آورد برای رهبران ایران. در سالهایی که اون توافق به دست اومد، بودجه ارتش ایران 40% بالا رفت، افزایش پیدا کرد. دیکتاتوری ایران استفاده کرد از این پول که بتونه موشک‌های بیشتری رو بسازه، سرکوب داخلی رو بیشتر بکنه، تامین اعتبار مالی تروریسم رو بکنه و بلبشو و خشونت و قتل ایجاد بکنه در سوریه و در یمن. ایالات متحده یک کمپینی به راه انداخته، فشار اقتصادی، که باعث بشه که رژیم ایران نتونه اعتبار مالی لازم رو داشته باشه برای پیش برد برنامه کاری خوناشام خودشو. ماه گذشته ما بار دیگر تحریم‌های بسیار سختمون رو اعاده کردیم که برچیده شده بود تحت توافق هسته‌ای. تحریم‌های اضافی در 5 نوامبر اجرایی خواهد شد و بیشتر هم اجرا خواهد شد. داریم کار میکنیم با کشورهایی که نفت خام از ایران وارد میکنن تا قطع بکنن خریداشون رو به صورت درخور. ما نمیتونیم اجازه بدیم که بزرگترین حامی تروریسم جهان داشته باشه بزرگترین سلاح دنیا رو. نمیتونیم اجازه بدیم به این رژیم، رژیمی که فریاد مرگ بر آمریکا سر میده و آمریکا اسرائیل رو تهدید میکنه که محو بشه از جهان، که بتونه کلاهک‌های هسته‌ای داشته باشه و بتونه اینها رو به هر شهری در دنیا بفرسته. نمیتونیم اجازه بدیم. ما از تمام کشورها میخوایم که ایران رو منزوی بکنن، رژیم ایران رو، تا زمانی که تعرضش ادامه پیدا بکنه، و از تمام کشورها میخوایم که حمایت بکنن از مردم ایران در حالی که در حال مبارزه هستن برای به دست آوردن حقوق خودشون و سرنوشت خودشون.